آنچه در سریال پدر گذشت. ببین این لیست مرجوی های سال قبله، این واسه انبار دوه، این هم واسه انبار جاده مخصوص. نگاه کنیم یه انبار لیست شده ولی وارد نشده، من اینو نمیفهم. چرا داری اینا رو به من میگی؟ محسن جان مسئول این دوتا انبار شما بود. خیلی تون باش خانم هم که مجرفز و فرستاد. بله ایشون فرستادن، ما هم کاراشو انجام دادیم. راستش اینه که یه مشکل دیگه ای صد راه همون شد. این کارو رقباست که میخوان به ما فشار بیارن اینطوری که ما از میهمون خارج بشیم. با 4 تا تماس و 2 تا قرار میتونین سر ته قضیه رو به هم بیارین. تو هنوز سیاه داداش تو اتنه در نیوردی، ولی اون بالا بزنه به کوب دارم و دروم رو انداخته. مگه بزرگتر نداره این خونه؟ مگه صاحب نداره؟ چرا داره، بزرگتر هست که نوبت به شما نرسه. به نظر من بهتر بود قبل از اینکه بیاین سراغ ما با ما حرف بزنین با اهل خونتون حرف میزدین. من جای تو بودم یه لحظه هم تو این خونه نمیموندم. باش حرف میزنم، از دلش در میارم. چی شده شریفه؟ لیلا نیست. نیست؟ نه بچه رو تنها گذاشته رفته. شریفه منظوری نداشت، ما اصلا نمیخواستیم تو رو برنجنیم. اونجا خونه من نیست. خیلی خوب باشو بریم همون جایی که فکر میکنی خونته، همون جایی که دلت هست. لیلا بیا بابا، اول تو بزن. پس اومدی که ببازی؟ خب دیدی خیر باشه. پشما بوده بری. اوه بالکالا دو بایز نقب، بایز نقب ببین چه جوری میذارم. جر نزنی ها، من همین الانش هم بردم. چی گفته من جر زنم؟ جر زن پدرت هم. همونو میگم به منصور رفتی پس. بیخود کردم، نگاه کن. این که شانسی شد. بله اختیار داری. کارت همون رو فکر کردی، اینو بزنم برنده. پدرش باش در پناه خدا. چی شد؟
آقات لیلا رو برده خونه پدرش. خونه پدرش؟ آره. مگه اونجا رو مصادره نکرده بودم؟ خیلی وقت بود آقات دنبال کاراش بود. چند روز پیشم رفته خریده به خاطر لیلا. لیلا کجاست؟ تو اتاقشه. اینجوری نمیشه که. این اینجا، اون اونجا. مادر باید پیش بچهش باشه. بچه مادرشو میخواد. مگه مهتاب پیشش نیست؟ با یکی میخواد از اون نگهداری کنه. خودش هزار تا فکر و خیال داره. بچه هم یه چشش اشکه، یه چشش خون. شریفه جان، خدافز. خدافز. کی اومدی؟ یه ساعتی هست. چرا بیدارم نکردی؟ نگات میکردم. وقتی خوابی این فرشته ای هستی که چشماشو بسته. الان چی؟ این فرشته ای که چشماشو باز کرده. حامد جانم،
تو مردی. واقعا؟ نمیدونم. شام درست کردم. خواب بودی بیدارت نکردم. بیا بشین اینجا. بشین. شدی پوست استخون. از صبح چیزی نخوردی. بیا. اینطوری هم به خودت ظلم میکنی. هم به اون بچه. بشین. دلشو شکستم، آقش شدم. مادرها وانمود میکنن دلشون شکسته. مگه میشه یه مادر بچهشو آخ کنه؟ مادر خوشبختی بچهشو میخواد، خوشبختی دخترش، خوشبختی پسرش، خوشبختی جیگرگوشش. حالا دیگه مادری میفهمی چی میگم؟ تو میتونی از بچه ناراحت باشی و آقش کنی؟ تو جونت به جون اون بسته است. تو چشم هم بزنی جلوی چشات قد کشید و بزرگ شد، دل به دلش دادی، عاشقش شد. میدونی دلم از چی میسوزه؟ من الان عاشق مامانم، ولی مامانم هیچ وقت یه زیر غذا نیورد تو اتاقم. نمیدونم واسه خاطرهایی که ندارم گریه کنم یا واسه خاطرهایی که دارم. هیچ وقت تو زندگیم تا این اندازه مستحصل نبودم. درست و غلط که معلومه، دست دست کردنت واسه چیه؟ درست و غلط من با درست و غلط بقیه توفیر داره. میترسم اکبر. حاجلی و ترس؟ وقتی پای خونوادت در میونه، پای آبرود، باید بترسی. خب پس فراموشش کن. نمیشه. یه طرفش ترس آبروه، یه طرفش زندگی لیلا. میخوای چی کار کنی علی؟ بنا داری با همه بجنگی؟ با مردم، با خودت، با خونوادت، شریفه؟ نمیدونم. ندیده بودم تا حالا به چه کنم چه کنم بیفتی. تو جای من بودی چه کار میکردی؟ هر راهی که بگی رفتم، به هر که بگی التماس کردم، نشد. جفتمون میدونیم لیلا تو زندگیش چی کم داره. هیچ کدوم از این چیزها واسه لیلا زندگی نمیشه، عشقش نمیشه.
گفتنش آسون، ولی حتی فکر کردن بهش قلبم آتیش میزنه. منو نگاه کن علی، یه روزی من تصمیم گرفتم همه درد تنهایی و بی کسی رو بریزم تو خودم. فکر میکردم اینطوری از زندگی انتقام میگیرم، اما زندگی بد جور تنهام گذاشت. من آدم رنج نکشیده ای نیستم، ولی این خیلی سخته اکبر، سخت. میدونم علی، میدونم. یادم اون اولا که آقاد مرحوم شده بود، واسه هر کاری میرفتی پیشش، سلام اصلحت میکردی، بعد برمیگشتی اون کارو با قدرت انجام میدادی. پشتت به آقاد گرم بود. برم بهش چی بگم اکبر؟ بگم میخوام عروسم آجش. اون همه چیزو میدونه. بذار یه چیزی بهت بگم علی، لیلا رو ولش کنی به حال خودش، 40 سال دیگهش میشه حالای من، بی کس و تنها. این دختر رو تنها نذار، نذار. جانم چی شده؟ چیزی نشده. میشه بریم؟ کجا؟ خونم. بریم خونه خودم. سلام. 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 بچه ها کجا؟ خوابیدن. حامد تو اتاقشه. تو برو بالا. برو بالا. آقاد کجاست؟ اگه نیومد پیش شما؟ نه. یه ساعتی تو حیاط قدم میزد. حالش هم خوب نبود. بعدم نفهمیدم کجا رفت. یعنی کجا رفته؟ گوشیش خاموشه. سلام اکبر آقا، حالی شما؟ حاجی پیش شماست؟ چه عرض کنم حاج خانم، اینجا بود، نموند رفت. یعنی کجا رفته؟ حالش همچین حال نبود، میخواست چند روزی خلوت کنه. پس رفته سر... میخواد تنها باشه، کارخونه‌رم به من سپردی که حواسم بهش باشه. دست شما دردم. خدا نگهدار.
کارتونا رو چک کن زخمی نباشم. برو. سلام آش توفی، حال احوال؟ گفتم که بابا یکی دو روز نمیاد حاجی. آره پیداش نمی کنی. آره تلفنش بله خاموش. بابا میدونم کار واجبی داری، صبحم که اینو گفتی. چشم، بیاد جلدی خبرت میکنم. خدا حافظ. روزه اینجا هم اما نمیتونم برم پیش آقا، نه اینکه حرفی نداشته باشیم، دارم دلم پر حرفه، پر درده. اما خودت میدونی بعض درد دلها رو نمیشه درد دل کرد، ازش خجالت میکشم، از پسرم چی برم بهش بگم آخه؟ چطوری برم بهش بگم لیلا باید ازدواج کنه؟ خودت کمکم کن، به هم قوت بده، به زبونم توان بده تا بتونم حرف بزنم، سینما وسعت بده تا بتونم تحمل حرف مردم رو داشته باشم. کارو برام آسون کن، نظر لکنت بیفته به زبونم تا بتونم اون چیزی که حد در رو بگم. برام دعا کن آجی که از این آتیش بیام بیرون، از این برزخ. خودم خونه واده لیلا الو، شمایید آقا توفیق؟ اتفاقی افتاده؟ آخه این وقت شب زنگ زدین گفتم شاید، گفتم که نیست، خونم نرفته، فردام فکر نکنم بیاد. خب اگه بیا چه کار واجبی؟ با خودش؟
سلام حاجی. سلام علیکم. اینجا چی کار میکنی؟ همه دارن در به در دنبالت میگردن، نگرانت شدن. دو سه روز پیدات نیست، همه هم بیخبر. گوشی تو چرا خاموش کردی؟ رفتم در خونه، مسجد، کارخونه. اکبر دید دارم بالبال میزنم، کار واجب دارم. به حرف اومد گفت شاید بتونم اینجا پیدات کنم. خوبه که آدم یکی رو داشتی باشه که بدون خلوت و جلوتش کجاست. هرچند که شما دورورتون آدم زیاد دارین، دوستا، خانواده، رفقا. ببخشید. خدا رحمت کنه. واسه چه پیام اومدی؟ خدا بیامرز. واسه خاطر این قرار دادا امضاش مونده. دیشب تا صبح خواهم نبرد در ترس اینکه اگر امروز پیداتون نکنم چه خاکی باید به سرم بریزم. فقط همه امروز رو فرصت داریم. خودت امضاشو میکردی؟ نمیشه آجی، طرف حساب شماید. شما رو میشناسن. هرچند که با عرض معذرت این روزا فکر کنم شما دیگه با خودتونم غریبه شدین. بفرمایید. ایشی قول فردا رو بهمون نداده. درست آجی، ولی زندگی ادامه داره. نمیشه که همینجور دست رو دست گذاشت و گفت هرچه پیش آید خوش آید. نمیخونین؟ نه، یه خودت نخوندیشون. چرا؟ خوندم، همونو که با هم صحبت کردیم، خودتون گفته بودین. حاجی باشین، اینا مونده، ما تمام قرار داده. بفرمایید، زحمتشو بکشید. دست شما را بکنه. خیر خب، اینم از اینا. حالا بفرمایید چرا دو سه روز خودتون رو گم و گور کردین اومدین اینجا نشستین؟ یه وقتایی میام پیش آقا. خدا بیامرزدشون. من میدونم شما روزای سختی رو پشت سر گذاشتین، ولی واقعا چه اتفاق خاصی افتاده؟ دیگه اون جفت و جذبی سابقه نداری، نه تو کار نه تو زندگی. همیشه یه چیزایی هست. بله، یه وقتی تو زندگی آدم یه اتفاقایی میفته که به ظاهر ساده است، ولی مثل بم میمونه. ترکشش به صد جای زندگی آدم اصابت میکنه، زخمش میمونه و کهنه و کهنه تر میشه. بعضی وقتا هم تا آخر عمر آدم با خودش میمونه. همین باعث میشه که آدم بترسه. البته شما آدم با ایمانی هستی، سوس نمیشی، از هیچی نمیترسی. همه یه وقتایی میترسه. آجی، از یه چیه؟ چه اتفاقی افتاده واسه؟ چی؟ چیزی نیست. یعنی چی؟ شما که همیشه خودتون میگفتین باید صبر کرد، باید توکل کرد، باید اعتماد داشت. حالا چی شده که خودتون صبرتون رو از دست دادین؟
چه اتفاقی افتاده؟ حیف این بچه نباید رخت سیاتنش باشه، باید یه قدمی برداشت، باید بره پی زندگی. پس به لیلا خانم ربط داره. من نمیرسم این کار رو انجام بدم، خودت انجامشون بده. حالا روزم خوش نیست. چشم، سماتو کم میکنم. با اجازه، خدا نگهدار. خیلی دلم میخواد بدونم تو خلوت تو و آقات چی گذشته. یه کارایی هست تو زندگی که حتما باید دعای خیر یه کسی پشت سرت باشه. چه کارایی مثلا؟ لیلا، دلم نمیخواد همینجوری به حال خودش ولش کنیم. مگه ما به حال خودش ولش کردیم؟ نه، منظورم این نبود. هوا خونه کشور تو حیط بازی کن باشه، خونه تو بازی اینا ممنون. سلام بابا بزرگ. سلام قربونت برم عزیز. سلام قربونت برم. خش اون نقاشی که از من کشیدی رنگش کردی؟ آره. موهاشو چه رنگی کردی؟ خیلی رنگو کشیدم بابا. آره. خودت خوبی؟ خوبه. بابات خوبه؟ خوبه. محسن کجاست نتا؟ کارخونه. خب زنگ بزن بهش بگو امشب بیاد اینجا. فکر نکنم بیاد، خیلی کار داشت. خیلی خب، خودم بهش زنگ میزنم میگم بیاد. میخوام امشب شام همه دوره هم باشیم. دست شما درد نکنه. بفرمایید. شولی ما چطوره؟ ماشالله. این روزا سر هممون گرمه، باید بیشتر از قبل حواسون به هم باشه. باید قبل دوستات دست به کار میشهیم. میدونم دیر شده ولی تولدت مبارک باشه. واقعا نیازی به این کار نبود. تولد که بیکارم نمیشه که. بس از اون درد نکنم. خیلی خوب، حالا آماده شو تو بریم. کجا؟ این کارخونه دستنام یکی باید باشه که اصلی دستم بشه. فکر نکنم بتونم بیام. میریم زود برمیگردی. یه هوایی هم به سر کلمون میخوره خوبه. آخه میخوام حامدو ببرم همون. شریفه میبره. بذار یه وقتی همون سرگرمش بشه. امروز یکم تب داره. داره دندون در میاره. واقعا؟ اوخی. برای اینکه بچه‌هامون خواب خوب ببینن لازمه که ما گاهی بی‌خوابی بکشیم.
برای اینکه بتونیم خوب از شما مراقبت بکنیم باید اول از همه خوب از خودمون مراقبت بکنیم. اینا همش بره انبار شماره دو. من از صبح گفتم اینا رو اونور خالی کنید. بچه رو مونده اینجا. چشم آقا. بجنبین بابا. سلام آجا. خسته نباش. خیلی ممنون. ما انبار گردانی داریم. داشتم یه لیستم براتون درست میکردم بیارم یه نگاهی بهش بندازید. نایمدم راجع به کار حرف بزنی. یه چیزایی هست که میخوام در جریان باشی. در مورد چی؟ خونه، خونواده. منظرتون لیلاست دیگه. لیلا هم عضوی از این خونه است. عین تو. به هر حال یه چیزایی هست. ببخشید آقا. اما به قول خودتون بهتر من تو کارهایی که به این مربوط نمیشه دخالت نکنم. ببین آقا حسین، جایگاه شما توی خونه هیچ فرقی با حامد نداره. حالا که حامد نیست یه چیزی میفته گردن شما. مطمئن اینو جواب؟ من که هنوز نمیدونم اصلا چی باید بگم چی نباید بگم، ولی اگه جای حامد بودم حرمتم سر جاش بود آجا. راست. من بچه ها تو انبار منتظرم. باید برم. با اجازه. چی اینجا وایسادی؟ مگه بهت نگفتم برو دم انبار؟ خودت گفتی حاجی نیست. حالا یه سرکلش پیدا شد. اینجا وای نستم. ما این روزا انبار گردانی بریم. بهترین فرصته که جنس رو رد کنیم بره. خیالت راحت. فقط ورود و خروجش نشه کار کنیم. نگران اونشم نباش. خودم سند و فاکتوراشو تنظیم کردم. تو فقط معطلش نکن. باشه فقط خیلی نمیشه اونارو اونجا نگرداش. اونم حل آقا با یک دو نفر حرف زدم تا آخر هفته میان همه جنسا رو میبرن. دونگ با احتیاط باش آقا. کسی چیزی نفهمه ها. نه خیالت راحت باش آقا. باید سلام باید منو خبر نزن. حتما آقا. آنچه در سریال پدر خواهید دید. من که نمیتونم یه کار برم پیش شریفه بگم لیلا باید ازدواج کنه. مگه میتونه حامد منو فراموش کنه؟ پسرت خیلی بی‌معرفت بود. ببین من که بهت گفتم اگه این مال و منال و آبرو آجر همه رو یه جا نبرد. آقام چیز دیگه ای هم در مورد لیلا بهتون گفته. حاشیه چرا میری؟ چی میخوای بگی؟ یکی باید کنارش باشه. الو آقا سفر، منم مثل خانواده خودت بهتون میتونید رو من حساب بکنید.